او را دومین فرد ثروتمند جمهوری چک می دانند. سیاستمدار میلیاردر و پوپولیست که به اختلاس متهم است، وعده از بین بردن فساد در کشور را داده است. آندری بابیش، نخست وزیر دولت اقلیت جمهوری چک، یکی از چهار کشور گروه ویزگراد و مخالف ورود مهاجران به این کشور است. آندری بابیش، ممنون که مهمان برنامه گفتگوی جهانی هستید. ممنون از دعوت شما. رسانه‌های خارجی به شما لقب دونالد ترامپ جمهوری چک را دادند. آیا این مقایسه را می‌پسندید؟ اخبار جعلی نخوانید. برخی از خبرنگاران چک اخبار دروغ منتشر می‌کنند. این را نمی‌پسندم. تنها وجه اشتراک من و دونالد ترامپ این است که همسرهایمان اهل چک هستند. این که میگویند من دومین فرد ثروتمند در جمهوری چک هستم هم اشتباه است. اعداد و ارقام اشتباه است. باور کنید از وقتی نخست وزیر شدم اوضاع کشور بهتر شده، اما وضع شرکت تجاری من بدتر شده است. مدتی است که تلاش میکنید دولت تشکیل بدهید. فکر میکنید موفق خواهید شد یا اینکه انتخابات تازه‌ای برگزار خواهد شد؟ نه، درست نیست. دولت تشکیل دادیم. برای مذاکره با احزاب دیگر سخت کار میکنیم و موضع‌گیری دولت بر اساس پیشنهادات فردی از قوانین است. ما تلاش میکنیم دولت تشکیل بدهیم و البته این بهترین شکل دولت است، زیرا ما یک دولت اقلیت هستیم. همه وزرا را من منصوب میکنم. من 18 ساعت در روز کار میکنم. حتی روزهای یک شنبه هم کار میکنم. خیلی بیشتر از کاری که برای شرکت هم انجام میدهم. اما مسئله این است که کار در دولت و کار برای کمپانی فرق دارد. شما تقریبا منتقد سیاست های اتحادیه اروپا هستید. مشکلتان با اروپا چیست؟ اگر بخواهید به یکی از مشکلاتتان اشاره کنید، آن مشکل چه خواهد بود؟ من منتقد اتحادیه اروپا نیستم. برعکس، خیلی هم طرفدار اتحادیه اروپا هستم. به نظرم ما اساساً باید چهار آزادی را داشته باشیم: گردش آزاد شهروندان، کالا، خدمات و سرمایه. اما شما از اتحادیه اروپا انتقاد کردید که کند و ناکارآمد است. آیا به نظرتان بخشی از این ناکارآمدی به این دلیل نیست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید سر همه چیز با هم به توافق برسند؟ بله، شاید درست باشد. این یک واقعیت است. اما مسائلی وجود دارد که ما باید سریعتر درباره‌اش تصمیم بگیریم. موضوع مهاجرت دقیقاً یکی از همین مسائل بود. تصمیم کمیسیون اروپا در سال 2014 میلادی در زمینه سهمیه‌بندی پناهجویان میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشتباه بود. الان در سال 2018 هستیم و مشکل مهاجرت غیرقانونی هنوز حل نشده است. شما سهمیه تعیین شده از سوی کمیسیون برای جمهوری چک را نمی‌پذیرید. آیا حاضرید با کمیسیون اروپا به توافق برسید؟ زیرا کشورهای غرب اروپا میگویند اگر توافق حاصل نشود با تکیه به رأی اکثریت کارشان را پیش خواهند برد. این کار را انجام دادند. اگر بار دیگر این کار را انجام بدهند تأثیر منفی روی کشورهایی خواهد داشت که مخالف این سهمیه بندی هستند. در حال حاضر چهار کشور اروپای مرکزی یعنی جمهوری چک، لهستان، مجارستان و اسلوواکی تصمیم کمیسیون اروپا برای سهمیه بندی را رد کردند. آیا به نظرتان بهتر نیست به توافق برسید تا اینکه بخواهید از رأی اکثریت کمک بگیرید؟ ما برای همبستگی آماده ایم. حاضریم کمک مالی کنیم یا سرباز بفرستیم. اما مشکل مهاجرت را باید بیرون اروپا حل کرد. هسته اصلی مشکل بیرون از اتحادیه اروپا است. شاید باید فعالتر باشیم. شاید درباره سوریه زمان را از دست دادیم. نظرتون راجع به چهار کشور اروپای مرکزی چیست؟ آیا آنها می توانند ائتلاف مؤثری شکل بدهند و عامل مهمی در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا باشند؟ بله، ما چهار کشور خیلی مؤثریم. ما نماینده 65 میلیون شهروند اتحادیه اروپا هستیم. درباره مسئله مهاجرت، همچنین درباره چارچوب بودجه سالانه کمیسیون اروپا، سیاست‌های مربوط به انسجام، کشاورزی و موضوعات دیگر توافق نظر داریم. به نظرتان در بودجه جدید اتحادیه اروپا چه هزینه هایی را می توان کاهش داد؟ زیرا به دلیل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیاز به صرفه‌جویی است، اما شما کاهش بودجه مربوط به کشاورزی را نمی پذیرید. ما کاهش بودجه را رد نمی کنیم. گفتیم که سیاست انسجام اقتصادی و به ویژه کشاورزی برای فرانسه و کشورهای دیگر حتی شرق آلمان مهم است. ما حاضریم درباره افزایش بودجه گفتگو کنیم، اما اصرار داریم که در تصمیم گیری برای
برنامه‌ها و بودجه‌ای که برای ما در نظر گرفته می‌شود نقش و نفوذ بیشتری داشته باشیم و نظرات ما به حساب بیاید. منظورم این است که تفاوت بین پولی که می‌پردازیم و بودجه‌ای که در آینده به ما تعلق می‌گیرد اینقدر زیاد نباشد. درباره فساد صحبت کنیم. وعده داده اید که با فساد در جمهوری چک مبارزه می کنید. آیا می توانید چند اقدامی را که در این زمینه عملا انجام خواهید داد ذکر کنید؟ بله، از زمان ورود من به سیاست هیچ رسوایی مالی در دولت وجود نداشته است. ما بسیار شفاف بودیم. تمام قراردادها منتشر می شود. سازماندهی و بازسازی ساختارهای دولتی آغاز شده است و ما در پارلمان تلاش کرده ایم که تمام این قوانین ضد فساد را در چارچوب قوانین جا بدهیم و به اجرا درآوریم. شما برای سوء استفاده از بودجه اروپا تحت تعقیب قضایی هستید. دروغ است و خیلی مسخره است که بعد از 10 سال کسی می آید و می خواهد از این دروغ ها استفاده کند. یعنی می گویید که دشمنان سیاسی داخلی شما هستند که این چیزها را به راه انداختند؟ البته. اما اداره مبارزه با فساد اروپا تعقیب قضایی را آغاز کرد. آنها هیچ چیزی پیدا نکردند. این یارانه را 9 بار ادارات جمهوری چک کنترل کرده بودند و هیچ روال غیرعادی پیدا نکردند. همه چیز قانونی بوده است. اما پلیس جمهوری چک هم در این پیگرد نقش دارد. بله، پلیس جمهوری چک درست قبل از انتخابات به صحنه آمد تا در انتخابات تأثیر بگذارد. اما هیچ شاهدی برای این دروغ وجود ندارد. هیچ مدرکی نیست. کسی چیزی ندزدیده است. اختلاسی نشده است. می توانید بروید ببینید و خواهید دید در این مزرعه ترکیبی از یارانه‌های اروپایی و سرمایه خصوصی به بهترین و متناسبترین شکل به کار گرفته شده است. دوست دارید اتحادیه اروپا چه آینده‌ای داشته باشد؟ باید این 4 آزادی که گفتم تحقق پیدا کند. باید حرف همه اعضای اتحادیه اروپا شنیده شود و باید در آینده هر کشور عضو که شرایط لازم را برآورده می‌کند از شرایط مناسب عضویت برخوردار شود. تمام قاره اروپا باید یک منطقه یورو داشته باشد، یک منطقه شنگن داشته باشد و بعد البته باید از اروپا دفاع کنیم در مرزهای زمینی و دریایی. این خیلی ساده است. ممنونیم که در برنامه گفتگوی جهانی شرکت کردید.